گفته میشد جنگ سوریه در همان روزهای نخست اگر ایران دخالت نمی کرد زودتر پایان می یافت و کشورهای دیگر نظیر عربستان سعودی و ترکیه وارد این منجلاب نمی شدند. یکی از مراحلی که توجه صاحب نظران را به خود جلب نکرد مذاکرات وزیران امور خارجه روسیه، ایران و سوریه در تهران بود. خانم مونیکا بولینگر گزارشگر نشریه نوع زوریش سایتونگ چاپ سوئیس طی گزارشی از بیروت می نویسد روسیه علاقه‌ای به تشکیل یک دولت مذهبی در سوریه ندارد. ملایان یک دولت مذهبی مانند ایران می خواهند، آن هم به خاطر حزب الله لبنان خانه گزیدن کنار مرزهای اسرائیل است. اما هدف بشار اسد حکومت سکولار در سوریه است و در واقع می توان گفت این تریو با سه ساز مختلف سه آهنگ مختلف می نوازند. نویسنده مزبور که دبیر دفتر نمایندگی نشریه نوی زویش سایتونگ در بیروت است از قول آرون لوند محقق خاور نزدیک می نویسد قبل از مذاکرات سه وزیر امور خارجه ایران، سوریه و روسیه در تهران بشار اسد حاضر شده بود بخشی از خاک سوریه را بدهد اما کنار نرود زیرا متوجه اختلاف ایران و روسیه بر سر حکومت مذهبی در سوریه شده بود. بعد از مذاکرات تهران حرف خود را عوض کرد و گفت از کل خاک سوریه دفاع خواهد کرد. پیوند مشترک روسیه با ایران در سوریه قصد ماندن این دو کشور در سوریه است. منتها با یک انحراف استراتژی سیاسی و نظامی آن هم حضور احتمالی ایران کنار اسرائیل می باشد. آرون لوند محقق و مشاور خاور نزدیک که به زبان عربی احاطه کامل دارد در بخشی از تفسیر خود برای نشریه نوی زوریش سایتونگ در مقاله خانم مونیکا بولینگر می نویسد تحقیقات ما نشان می دهد از اولین روزهای شروع بمباران هواپیماهای روسی ایران اعزام نیروی زمینی خود را به سوریه افزایش داده و می رساند این دو کشور در این رابطه همکاری نزدیک دارند. ایران به پیروزی های خود در سوریه می بالد در حالی که بدون کمک نیروی هوایی روسیه نمی توانست مقابل شبه نظامیان سنی مخالف اسد مقاومت کند. حقیقت همین است در مورد پیشرفت‌های روسیه نیز صدق می کند. بدون کمک ایران روسیه از طریق هوا نمی توانست به هدفهایی که از قبل داشت برسد. ایران از طریق زمین روسیه را حمایت می کند. برای ایران میزان و نوع قدرت روسیه در سوریه فرقی نداره. این کشور اسلامی شیعه می خواهد مستقیما با حزب الله لبنان در سوریه قدرت به دست گیرد. در گزارش نشریه سوئیسی می خوانیم ایران مدتی است افزایش اعزام نیروی نظامی به سوریه را شدت بخشیده و در چنین شرایطی نمیتوان به صلح در سوریه حتی در میان مدت امیدوار بود. اکنون شرایط و موقعیت استراتژی سیاسی و نظامی سوریه کاملا فرق کرده است. کشورهای عربی سنی در دو جبهه اقتصادی و نفتی و سوریه با ایران در حال نبرد هستند و اگر شعله یک جبهه خاموش شود شعله جبهه دیگر افزون تر می شود. ایرج ربیعی، آلمان. گفته می شد جنگ سوریه